در برنامه امروز میخواهم درباره ستارگان چندتایی سخن بگویم. خورشید ما ستاره است، ستاره ای تنها که در مرکز راجمان یا منظومه یا سیستم خورشیدی قرار دارد. در راجمان خورشیدی فوزون بر خورشید 8 سیاره و میلیون ها سیارک و دنباله‌دار و سنگ های آسمانی وجود دارند، ولی 99% جرم سراسر راجمان خورشیدی در خورشید متمرکز شده است. راجمان خورشیدی ما در واقع راجمانی است ستاره‌ای، ولی چون ستاره‌یان خورشید نام دارد به آن راجمان خورشیدی می‌گوییم. گفتم که خورشید ما ستاره است، یکی از صدها میلیارد ستاره‌ای که مجموعه‌ای را به نام کهکشان پدید می‌آورند. آیا همه این ستارگان کهکشان مانند خورشید یکتا هستند، یعنی تنها یک ستاره دارند؟ آیا راجمان‌های ستاره‌ای هستند که در آنها به جای یک ستاره دو یا چند ستاره وجود داشته باشند؟ امروزه می‌دانیم که یکتا بودن خورشید ما پدیده نادری است، ولی با چشم برهنه یعنی بی تلسکوپ نمیتوان ستاره های تشکیل دهنده این راجمان ها را دید، چون فاصله ستارگان از ما بسیار است و چشم نمیتواند فاصله زاویه میان مثلا دو ستاره ای که راجمانی را تشکیل میدهد تشخیص دهد. آن دو ستاره را یکی میبیند. کمی توضیح بدم. به آسمان شب که نگاه میکنید، باریکه راه شیری را میبینید که در آن میلیون ها ستاره تنگاتنگ هم قرار گرفتند. ولی این کنار هم قرار گرفتن ستارگان اثری است هندسی. بیشتر این ستارگان از هم بسیار دورند. آنها را چنین فشرده کنار هم میبینیم، چون خورشید ما و همه این ستارگان در روی یک صفحه قرار دارند، در روی صفحه استوایی کهکشان به گرد مرکز کهکشان می‌گردند. وقتی ما در راستای این صفحه نگاه می‌کنیم، ستارگان را کنار هم می‌بینیم. مانند این است که شما بیرون از جنگل یا بیشه‌ای ایستاده باشید و به درون جنگل بنگرید. همه درختان را کنار هم می‌بینید. به نظر می‌رسد که درختان جلو در کنار درختان دورتر ژرفای جنگل قرار دارند. این اثر پرسپکتیو است. همینطور است درباره ستارگانی که بیرون از باریکه راه شیری جای دارند. گاهی دو ستاره در آسمان بسیار نزدیک به هم دیده می شوند، ولی این نزدیک دیده شدن آنها به هم می تواند تصادفی باشد. یکی از آنها می تواند مثلا در 15 سال نوری از ما قرار داشته باشد و دیگری در همون راستا 100 سال نوری از ما دور باشد. این دو ستاره نمی توانند با هم راجمانی ستاره‌ای به وجود آورند، چون از هم بسیار فاصله دارند. چنان که گفتم، نزدیک به هم دیده شدن آنها زایده تصادف است. گفتم که یکتا بودن خورشید پدیده کمیابی است. این به معنای آن است که راجمان‌های ستاره‌ای گاهی از دو یا چند ستاره به وجود آمدند. البته استثناء هم وجود دارد. اگر شبی به سوی هم‌اختران یا صورت فلکی خرس بزرگ نگاه کنید، 7 ستاره نسبتاً درخشان آن را می‌بینید. ستاره دوم از ته دم خرس معذر نامیده می‌شود. نامی است عربی که در همه زبان‌های اروپایی به کار می‌رود. در کنار بسیار نزدیک این ستاره، ستاره کم نورتری هست که سوها نام دارد. معذر و سوها مشهورترین نمونه ستارگان دوتایی در آسمانند، و چون با چشم برهنه دیده می شوند، انسان از باستان زمان به وجود آنها پی برده بود و برایشان افسانه ها ساخته است. در فرهنگ هندو این دو ستاره نماد زناشویی هستند و در آیین های برگزاری جشن زناشویی پوجری یعنی کشیش هندو به زن و مرد توصیه می کند که برای همیشه با هم بودن از این دو ستاره سرمشق بگیرن. در افسانه های ژاپنی
سوها ستاره عمر است، به این معنا که میپنداشتند که اگر کسی نتواند آن را ببیند تا پایان سال چشم از جهان فرو خواهد بست. ستاره اصلی معذر از برز یا قدر دوم است، ستاره کم نورتر یعنی سوها از برز چهارم است. فاصله زاویه ظاهری میان آنها 12 دقیقه است، یعنی تقریبا 1/3 قطر ماه. کسانی که نمیتوانند آن دو را از هم جدا ببینند دید ضعیفی دارند. از گذشته های بسیار دور با نگریستن به این دو ستاره تیزنای چشم خود را می آزمودند. زکریا قزوینی جغرافیدان ایرانی صدی 7 هجری در آثار البلاد به این نکته اشاره کرده است. نظامی میگوید میکرد سوها ز هم نشینان نقادی چشم تیزبینان. سوزنی سمرقندی چنان به نور دو چشمم رسید نقصانی که جز سوها ننماید مه منیر مرا. همچنین در شعر فارسی سوها را با ناچیز بودن و کم اهمیتی تمثیل کردند. سلمان ساوجی انوار آفتاب چو پیدا شود ز شرق پیدا بود که چند بود رونق سوها. ناصر خسرو معروف ناپدید سوها بود بر فلک من بر زمین کنون به مثال سوها شدم. حافظ ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم مگر آن شهاب ثاقب مددی کند سوها را. در برخی نسخه ها به جای سوها را خدا را آمده است. از این اشاره های ادبی که بگذریم، انسان هزاران سال این دو ستاره را کنار هم دیده بود و برای نزدیکیشان به هم افسانه ها ساخته بود، ولی نمی دانست که آیا آنها واقعا با هم ربطی دارند یا نه. می بایست تلسکوپ اختراع می شد در آغاز سده 17. یکی از اخترشناسان ایتالیایی از گلیله خواست که با تلسکوپ خود که نخستین تلسکوپ بود این دو ستاره را بنپاهد تا دانسته شود که آیا آنها از نظر فیزیکی به هم مربوطند یا نه. نپایشگاه گلیله به جایی نرسیدن، چون پی بردن به این نکته حتی با تلسکوپ های بزرگ امروزی هم شدنی نیست. 400 سال طول کشید تا توانستیم در سال 2009 به این پرسش پاسخ مثبت بدهیم. اخترشناسی زمان گالیله نمیتوانست رابطه میان سوها و معذر را نشان دهد، ولی توانست نکته های جالب دیگری کشف کند. در سال 1650 اخترشناس ایتالیایی ریکوچی پی برد که معذر ستاره درخشان خود ستاره است دوتایی، یعنی از دو ستاره پدید آمده است، یکی را معذر آ نامید و دیگر را معذر ب. فاصله زاویه ظاهری میان این دو ستاره در حدود 14 ثانیه است. امروز می‌دانیم که فاصله فیزیکی میان این دو ستاره 380 برابر فاصله زمین از خورشید است و هزاران سال طول می‌کشد تا این دو ستاره یک بار به گرد هم بگردند. فاصله آنها از زمین 86 سال نوری است. به کار بردن بینابنگاری یا طیف نگاری سپکتروسکوپی در اخترشناسی امکانهای بزرگی در نپاهش‌های اخترشناسی و پژوهش ستارگان به وجود آوردند. اخترشناسان در سال 1889 با این وسیله پی بردند که ستاره میزر آ در واقع دو ستاره است نه یکی. این دو ستاره هر یک در حدود 35 بار از خورشید ما تابانتر است. هر 20 روز یک بار به گرد نقطه مشترکی که گرانیگاه راجمان نام دارد می‌گردند. در حدود 20 سال بعد معلوم شد که ستاره ب هم ستاره یکتا نیست، از دو ستاره درست شده است. پس معذر راجمانی ستاره است پدید آمده از 4 ستاره که در فاصله 86 سال نوری از ما به گرد گرانیگاه مشترکی در گردشند. ولی پرسشی همچنان بی پاسخ مانده بود، آیا راجمان ستاره معذر با ستاره سوها رابطه فیزیکی دارد؟ به سخنی دیگر آیا سوها هم
بخشی از راجمان ستاره معزر است. چنانکه گفتم پاسخ به این پرسش را تا چند سال پیش نمی‌دانستیم. در سال 2009 اخترشناسان کانادایی توانستند این مسئله را حل کنند. نه تنها سوها بخشی از راجمان ستاره معزر است، سوها خود از دو ستاره درست شده است. یعنی ما با راجمانی روبرویم که از 6 ستاره پدید آمده و در فاصله 86 سال نوری از ما قرار دارد. یعنی ما همیشه وضع 86 سال پیش آنها را می‌بینیم. ستارگان چندتایی کم نیستند. حتی می‌توان گفت که ستارگان تنها مانند خورشید بسیار کمیابند. چندی پیش درباره نزدیکترین ستاره به خورشید سخن گفتم، ستاره‌ای که کمی بیش از 4 سال نوری از ما فاصله دارد. توضیح دادم که این ستاره همسایه راجمانی است پدید آمده از 3 ستاره. ستاره قطبی هم که در فاصله 433 سال نوری از ما قرار دارد راجمانی است ستایی. درخشانترین ستاره آسمان تیشتر یا سیریوس از 2 ستاره درست شده. درباره آن در گذشته سخن گفتم. همچنین به احتمال زیاد خورشید هم در آغاز پیدایش با ستاره دیگری با هم به وجود آمدند. به این ستاره نمسیس نام دادند. منتها میلیاردها سال پیش این ستاره به دلیل‌های خورشید را ترک کرده و جدا از خورشید به گرد مرکز کهکشان در گردش است. امروزه می‌دانیم که دیسش یا فرماسیون ستارگان پدیده است گروهی، یعنی ستارگان دست جمعی دیسیده می شوند، به وجود می آیند. برای پی بردن به چگونگی آن باید به تئوری های دیسش ستارگان روی آوریم. وقت امروز ما به پایان رسید، این موضوع را برای آینده بگذاریم.